شکریه برادوست، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی از واشنگتن با ما همراه هستند. وقت شما بخیر. آیا این سناریویی که جمهوری اسلامی برای حمله متصور شده مثل حمله ای خواهد بود که چند ماه گذشته علیه اسرائیل داشت، یعنی ترکیبی از حمله موشکی و پهپادی؟ توی خبر هم داشتیم که رهبران گروه های نیابتی روز پنجشنبه با علی خامنه ای در تهران دیدار داشتند. به نظر شما چه پیامدی داریم؟ به نظر من چیزی که الان داریم اینیم بر طبق گفته هایی که مقامات جمهوری اسلامی دارن میگن، مثلا باقری کنی توییتی زده و گفته با تقریبا با تمام کشورهای عربی منطقه صحبت کرده، قطر، مصر، عربستان و کشورهای اتحادیه اروپا هم صحبت کرده و گفته که انتقام خواهند گرفت، یا اینکه به نظر من این تلفن‌ها و این صحبت‌هایی که داره انجام میده جمهوری اسلامی با این کشورهای منطقه و اینکه درخواست کرده نشستی بین کشورهای مسلمان منطقه، جلسه کشوران اسلامی هم صورت بگیره، اینه که جمهوری اسلامی در حمله قبلی دید که کشورهای منطقه بر علیه چیزی که جمهوری اسلامی تصورش رو میکرد با وجود جنگ غزه طرف اسرائیل رو گرفتن و با همکاری آمریکا جلوی تبادل و موشک‌های جمهوری اسلامی ایستادن. برای همین هم هست قبل از اینکه دوباره چنین حمله‌ای رو بخواد شروع کنه داره با تمام این کشورها صحبت میکنه، میخواد اول نشستی انجام بده و آیا برنامه جمهوری اسلامی در این نشست چه خواهد بود، حمله خواهد که قبل از اینکه این کشورها نشستی داشته باشن، یا در پیامی که با در تماسی که با این کشورها داشته چگونه میتونه کشورها را قانع کنه، کشورهایی که میدونیم در حمله قبلی هم کشورهای اروپایی محکوم کردن حمله جمهوری اسلامی رو، هم کشورهای منطقه به خاطر اینکه گفتن این تعداد از موشک و پهپاد از طرف جمهوری اسلامی به طرف اسرائیل جان نه تنها مردم اسرائیل بلکه مردم غیر نظامی منطقه رو به خطر انداخت و از آسمان کشورها بدون اجازه رد شد. و اینجا بود نکته ای که میدونیم 48 کشور اروپایی حتی اومدن محکوم کردن جمهوری اسلامی و تحریمات بیشتری هم در فناوری موشک و پهپادی جمهوری اسلامی در شرکت‌های ساخت موشک و پهپاد جمهوری اسلامی اتخاذ کردن. و برای همین هست به نظر من متفاوت تر از قبل خواهد بود یا نه باید دید و منتظر بود، ولی چیزی که من پیش بینی می‌کنم اینه که احتمال داره مثل دقیقا تنها از طرف موشک و پهپاد نباشه بلکه در همزمان با گروه‌های شبه نظامی همزمان باشه، ولی احتمال این وجود داره ولی نه زیاد. چرا؟ چون که اگه همزمان با گروه‌های شبه نظامی و جمهوری اسلامی وارد درگیری با اسرائیل بشن، طرز جمهوری اسلامی این خواهد بود که این صدمات بیشتری به اسرائیل خواهد زد و عکس العمل اسرائیل چه خواهد بود؟ اسرائیلی که می‌دونیم اشراف اطلاعاتی در داخل ایران بسیار قوی هست و حتی می‌تونه جان رهبران حزب الله و جمهوری اسلامی و همپیمانانش مثل اسد رو هم به خطر بندازه، چون که کاری که الان تا الان از اسرائیل می‌بینیم برداشتن مهره‌های اصلی این کشورها و این گروه‌ها بوده. با توجه به این شرایطی که توضیح دادین، فکر می‌کنید که اگه حمله احتمالی داشته باشه جمهوری اسلامی، طبق اون چیزی که جمهوری اسلامی ادعا کرده، مشروعیت بین‌المللی داره؟ ببین، مشروعیت تفاوتش با حمله ای که به سفارت به کنسولگری ایران در روسیه کرد اینه که اسرائیل اعلام کرد مسئولیتش رو قبول کرد و حمله ای که کشتن هنیه رو هنوز هم اسرائیل نه قبول کرد. و درسته، خب تمام منابع که اسرائیل مسئول بوده کاملا واضحه، ولی تا مسئولیت رو قبول نکرده متفاوت از ضربه‌ای که قبلا به جمهوری اسلامی کنسولگری جمهوری اسلامی زد متفاوته. و اینکه اونجا خب بهانه‌ای که جمهوری اسلامی داشت گفتن خب اینجا مسئولیت اماکن دیپلماتیک رو به خطر انداخته و این خلاف قانون‌های بین‌المللیه. برای همین هم از بسیاری از کشورها اعتراض کردن، مخصوصا روسیه و چین که حامی جمهوری اسلامی بودن در این نشست بین‌المللی. ولی الان جمهوری اسرائیل یکی از اعضای هیئت ریاست یک گروه تروریستی رو زده در خاک جمهوری اسلامی که اعلام جنگ کرده با اسرائیل و خیلی وقت این جنگ در سایه بین این دو تا کشور وجود داشته، مخصوصا بعد از حمله ای که دیگه برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی از خاک خودش علیه اسرائیل این موشک‌ها و پهپادها رو فرستاد. برای همین هست به نظر من دست جمهوری اسلامی برای اینکه بخواد از نظر حقوقی کشوری رو اصلا خودش اعتراف میکنه وجود نداره، بخواد از نظر حقوقی بخواد به پای دادگاه‌ها و محکومیت بین‌المللی بکشه، دست جمهوری اسلامی بسیار ضعیفه در این موقعیت.
سپاسگزارم از شما شکریه برادوست، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی از واشنگتن.